به نام یاد خداوند در نخست شما را خوش آمدید میگیم به یک از مسابقات پهلوانی، به یک از دوره های دیگر مسابقات پهلوانی دوستانه به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین. این بار هم مسابقات با حضورداشت 6 کلب برگزار شده، از جمله کلب هایی که در اینجا حضور یافته: کلب امید پنشیر، کلب جوانان دی سبز، کلب جوانان پنشیر، کلب جوانمرد قصاب، کلب مارشال، کلب اتفاق پنشیر. این بار هم این مسابقات دوستانه است و کدام ممانعتی هم وجود ندارد. میتونند کلبایی که در کابل حضور دارند و سراسر افغانستان میتونند به طور آزادانه در اینجا اشتراک بکنند. و حالا از قاری صاحب محترم خواهش میکنیم که با چند تا از آیات از کلام الله مجید مجلس ما را مزین سازه. از قاری صاحب عبدالله بیک خواهش میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم الأرض جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورحمنا. با اول هم با پاس ارزش ها به ارزش گذاشتن به سرود ملی برپا میخیزیم. به نام خدا و با عرض سلام خدمت ورزشکاران و علاقمندان کشتی یا پهلوانی، بازم در خدمتتان قرار داریم. شما می توانید که به طور زنده مسابقات ما را شبکه جهانی نورین
قابل یادآوری است. البته مسابقات ما مسابقات دوستانه است بین کلاب‌های شهر کابل و اگر ولایت هم خواست داشته باشند که در این مسابقات ما شرکت بکنند مشکلی ندارد. و تشکری میکنیم از جناب جنرال بابا جلندر حیات، رئیس فدراسیون کشتی کشور، معاون صاحب فدراسیون ما استاد عبدالله عزیزی و سکرتر فدراسیون ما استاد یونس حیران که در این زمینه با ما کمک و همکاری نمودند. و یک تشکری جداگانه خدمت حاجی صاحب عارف نوری که این زمینه را برای ما مساعد ساختن است، حاجی صاحب راوش معاون بخش نشرات تلویزیون که با ما همکاری میکنن، و دیگر دوستایی که در عقب کامرا هستن. البته این مسابقات مسابقات دوستانه هست بین کلاب‌های شهر کابل. هر کلابی که خواهش داشته باشه میتونه که بدون قید و شرط در این مسابقات ما شرکت کند. امروز بین 6 کلاب پهلوانی شهر کابل مسابقات ما امروز آغاز میگردد. در جوره اول ما ایمل کلاب مارشال با لباس سرخ، بریاله جوانان ده سبز لباس آبی داخل توشک میان. و از آبدارای محترم خواهش میکنیم که کشتیگیرای خود یک جوره قبل آماده بسازن که از زیای وقت جلوگیری شون. جوره اول ما ایمل کلاب مارشال البته کلاس 50 کیلوگرم است و بریاله جوانان ده سبز با لباس آبی داخل توشک میشن. قسم که استاد معرفی کردن کلاب هایی که در اوجه حضور یافتند از 6 کلاب جمعی باشه که کلاب هایی که فعلا شاگردایشون آورده به خاطر مسابقات: کلاب امید پنشیر، کلاب جوانمرد جوانان دی سبز، کلاب جوانمرد قصاب، کلاب جوانان پنشیر، کلاب مارشال، کلاب اتفاق پنشیر می باشه. و جا داره که سپاسگزاری بکنیم از الحاج محمد عارف نوری، مؤسس و بنیانگذار شبکه جهانی نورین، که همواره تلاش میکنه به خاطر رشد و تقویت جوانان همچون زمینه سازی را بکنه. و جوری ایره که استاد به معرفی گرفت، از اودارایشون خواهش میکنیم که هر چه زودتر بدون کدام تاخیر کشتیگیرایشون آماده بسازه تا مسابقات بتونیم بدون کدام تاخیر دنبال بکنیم. و جوری که قرار است داخل توشک شوه، ایمل با لباس سرخ از کلاب مارشال در وزن 50 کیلوگرم، بریالای با لباس آبی از کلاب جوانان دی سبز با وزن 50 کیلوگرم. و جوری که بعد از میلاد و بریالای قرار است به ادامه کشتی بپردازد، میلاد از کلاب جوانمرد قصاب و ولید از کلاب جوانان پنشیر در وزن 50 کیلوگرم. داور وسط میدانم عبدالابیک وزیری است. مسابقه آغاز میشه، تا چند ثانیه دیگر مسابقه آغاز میشه. ببینیم که کدام کشتیگیر با کدام مهارت هایی که آموزش دیده و نمرات تکنیکی میتونه این مسابقه را به نفع خود پایان ببخشه. هر دو کشتیگیر در تلاش امتیاز گیری است. ببینیم که کدام کشتیگیر میتونه اولین امتیازی دوره توشک به نفع خود رقم بزنه. ایمل با لباس سرخ از کلاب مارشال در وزن 50 کیلوگرم، بریالای با لباس آبی از کلاب جوانمرد قصاب در وزن 50 کیلوگرم. داور وسط میدان توصیه میکنه که کشتیگیرها برپا بخیزه و به ادامه مسابقه بپردازه. دو امتیاز کشتیگیر لباس آبی به نفع خود رقم زد، ولی از کلاب جوانان دی سبز. و
مسابقه ای را که شما اکنون مشاهده میکنین بریاله 3-0 در مقابل ایمل از کلب مارشال است. ببینیم که ایمل میتونه امتیازهایی را که از دست داده دوباره به کسب بکنه و یا بریاله میتونه به امتیازات خود بیفزایه یا خیر. دو امتیاز دیگر هم قشتیگیر لباس آبی به نفع خود کسب میکنه که مسابقه 5-0 به نفع قشتیگیر لباس آبی تا کنون دنبال میشه. جوره بعدی کلاس 50 کیلوگرم میلاد کلف جوانمرد قصاب با لباس سرخ، ولید جوانان پنش لباس آبی آمادگی داشته باشند. با تعقیبش محبوب الله جوانان دیسب لباس سرخ، امید جوانان پنش لباس آبی آمادگی داشته باشند. راوند دوم مسابقه آغاز میشه. استاد عبدالابیک کشتیگیرا را چک میکنه که کدام خلای تکنیکی و یا چیزی که مانع ادامه مسابقه شو وجود نداشته باشه و راوند دوم مسابقه آغاز میشه. مسابقه ای را که شما اکنون مشاهده میکنین 5-0 به نفع بریاله از کلب جوانان دی سبز دنبال میشه در وزن 60 کیلوگرم 50 کیلوگرم. بریاله در حالت ضربی فنی قرار داره، ببینیم که میتونه خودش نجات بده یا خیر. و مسابقه 7-0 به نفع بریالای از کلب جوانان دی سبز دنبال میشه. ببینیم که تا پایان مسابقه چگونه خواهد شد و یک امتیاز هم که کشتیگیر لباس سرخ به نفع خود کسب میکنه و مجموع نمرات هم میشه 9-1 به نفع بریالای از کلب جوانان دی سبز. دو امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس آبی به نفع خود کسب میکنه. کشتی پایان میافه. برنده مسابقه را هم استاد عبدالابیک اعلان میکنه که کدام کشتیگیر توانسته. برنده مسابقه مشخص است، بریاله از کلب جوانان دی سبز. جوره بعدی که قرار است داخل توشک شود میلاد از کلب جوانمرد قصاب در وزن 50 کیلوگرم با لباس سرخ، ولید با لباس آبی از کلب جوانان پنشیر در وزن 50 کیلوگرم. شما مسابقات دوستانه را به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین بینید هستید. جا داره سپاسگزاری بکنیم از الحاج محمد عارف نوری، رئیس و بنیانگذار شبکه جهانی نورین که همواره تلاش کرده به خاطر رشد و تقویت جوانا همچون زمینه سازی ها را بکنه و همچنین از کمیته المپیک تلاش میکنه به خاطر رشد و آینده سازی پهلوانی همچون مسابقات را دایر بکنه و تا بتونیم که آینده پهلوانی را از بین نبریم و بتونیم در آینده هم کشتیگیرای موثر در تاریخ افغانستان داشته باشیم. جوری که داخل دوشک میشه میلاد از کلب جوانمرد قصاب در وزن 50 کیلوگرم با لباس سرخ، ولید با لباس آبی از کلب جوانان پنشیر در وزن 50 کیلوگرم. مسابقه آغاز میشه. ببینیم که کدام کشتیگیر میتونه اولین امتیازی توشک به نفع خود رقم بزنه. حرکت بسیار عالی، ببینیم میتونه این حرکت نتیجه زا باشه و امتیاز را به نفع خود کسب بکنه. یک امتیاز کشتیگیر لباس آبی ولید از کلب جوانان پنشیر به نفع خود کسب میکنه. هر دو کشتیگیر تلاش میکنه نمرات تکنیکی خود داشته باشه.
ببینیم که تا پایان این دوشک و یا تا پایان مسابقه کدام کشتیگیر از آموزه های خود بیشتر استفاده کرده میتونه نمرات زیاد را به نفع خود رقم بزنه. به امتیاز کشتیگیر لباس سرخ مجموع نمرات میشه 2-1 به نفع میلاد از کلب جوان مرد قصاب. توصیه داور وسط میدان. مسابقه یک بار دیگر آغاز میشه. میلاد رفت میکنه. آیا ببینیم که میتونه کدام امتیاز را با این رفت و نفع خود رقم بزنه یا خیر؟ امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس سرخ میلاد از کلب جوان مرد قصاب به نفع خود کسب میکنه که مجموع نمرات میشه تا کنون 4-1 به نفع میلاد. راوند اول مسابقه پایان میافه. کشتیگیرا میرن که نفس تازه بکنن تا دوشک دوم را به شکل اساسی تر دنبال بکنن. جوری بعدی که قرار است بعد از میلاد و ولی داخل دوشک شود محبوب الله از کلب جوانان دی سبز در وزن 50 کیلوگرم با لباس سرخ، امید با لباس آبی از کلب جوانان پنشیر در وزن 50 کیلوگرم. دوشک دوم وسط کشتی هم آغاز میشه. استاد عبدالرابیک توصیه میکنه که هرچه زودتر کشتیگیرا داخل دوشک تشریف بیارن. مسابقه را که شما مشاهده میکنید تا کنون 4-1 به نفع میلاد دنبال میشه. کشتی هر دو کشتیگیر تلاش میکنه تا امتیازات تکنیکی خود داشته باشه. دوباره وسط میدان هم به میلاد توصیه میکنه که کشتی را به شکل اساسی و جدیتر دنبال بکنه. ببینیم که ولید امتیازات را که از دست داده دوباره میتونه جبران بکنه و یا میلاد میتونه به امتیازاتی که پیشی هم گرفته اضافه بکنه یا خیر. دو امتیاز کشتیگیر لباس آبی، دو امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس آبی. مسابقه را که شما مشاهده میکنید تا کنون 10-2 دنبال میشه به نفع میلاد از کلب جوانمرد قصاب. ثانیه های پایانی مسابقه هم قرار داره. ببینیم که در این ثانیه های پایانی میتونه ولید امتیاز را به نفع خود کسب بکنه و یا که مسابقه را واگذار خواهد کرد به میلاد از کلب جوانمرد قصاب. یک امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس آبی کسب میکنه. دوباره وسط میدان توصیه میکنه کشتی را باید به شکل اساسی و به اکادمی کش دنبال بکنه. چهار امتیاز کشتیگیر لباس سرخ و چهار امتیاز هم کشتیگیر لباس آبی. حرکت بسیار جالب و دیدنی به جایگاه بالایی را در کشتی دارد. زنگ پایانی مسابقه زده میشه. برنده مسابقه را بر شما استاد نجیب اعلام خواهد کرد. برنده مسابقه مشخص است. میلاد 10 امتیاز و کشتیگیر لباس سرخ ولید 7 امتیاز است. توانست به نفع خود کسب بکنه.
جوره بعدی که قرار است داخل توشک شود محبوب الله از کلب جوانان دی سبز در وزن 50 کیلوگرم با لباس سرخ و امید با لباس آبی از کلب جوانان پنجشیر در وزن 52 کیلوگرم. شما مسابقات دوستانه مسابقات پهلوانی را به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین بیننده هستین. جا داره که سپاسگزاری بکنیم از الحاج محمد عارف نوری مؤسس و بنیانگذار شبکه جهانی نورین که همواره تلاش میکنه به خاطر رشد و تقویت جوانان همچون مسابقات را دایر بکنه و از کمیته المپیک هم سپاسگزاری میکنیم که زمین سازی میکنه به خاطر رشد و تقویت و آینده نگری به مسابقات پهلوانی. یک حرکت بسیار عالی که توانست با این حرکت خود محبوب الله 4 امتیاز به نفع خود کسب بکنه. مسابقه جالب است، ببینیم که کدام کشتیگیر تا پایان مسابقه میتونه مسابقه را به نفع خود رقم بزنه. محبوب الله در ابتدای مسابقه توانست 4 امتیاز به نفع خود کسب بکنه، ببینیم که میتونه به امتیازات خود بیفزایه و یا امید میتونه امتیاز را که دست دوباره جبران بکنه یا خیر. داور وسط میدان توصیه میکنه که از رکاتی که در کشتی جایگاه نداره استفاده نکنه تا که مانی مسابقه نشه یا کدام خلل در مسابقه ایجاد نشه. هر دو کشتیگیر در تلاش امتیازگیری است، ببینیم که میتونن امید امتیازات را که دست دوباره کسب بکنه یا خیر. توصیه داور وسط میدان کشتی را باید میگن به شکل اکادمیک و میاریش دنبال بکنن. یک حرکت جالب و دیدنی دیگر هم که 4 امتیاز دیگر هم به نفع خود کسب میکنه که مجموع نمرات میشه 8-0 به نفع محبوب الله از کلب جوانان دی سبز. توصیه داور وسط میدان که باید کشتی را استاد پا دنبال بکنند تا خودم آسیب کشتیگیر را نبینه. زنگ پایانی اولین توشک سپری میشه، ببینیم که در توشک بعدی کدام کشتیگیر میتونه امتیازات دیگر هم به نفع خود رقم بزنه. امید توانسته تا کنون 8 امتیاز به نفع خود کسب بکنه و امید نتونسته تا کنون کدام امتیازی داشته باشه. ببینیم امید میتونه امتیازات را که دست داده دوباره کسب بکنه یا خیر. جوری که بعد از اینا قرار است داخل توشک شوه حسیب الله از کلب جوانان پنجشیر در وزن 52 کیلوگرم با لباس سرخ، احمد شاه از کلب مارشال در وزن 52 کیلوگرم با لباس آبی. استاد عبدالرابیک داور وسط میدان کشتیگیرها را دعوت میکنه بر راوند دوم مسابقه. راوند دوم مسابقه آغاز شده، ببینیم که محبوب الله میتونه به امتیازات خود بیفزایه و یایی که امید میتونه امتیازات را که دست داده دوباره جبران بکنه. داور وسط میدان توصیه میکنه کشتی باید به شکل اساسی دنبال شود و یک امتیاز هم کشتیگیر لباس آبی به نفع خود رقم بزنه. مجموع نمرات میشه 8-1 به نفع محبوب الله از کلب جوانان دی سبز. دو امتیاز کشتیگیر لباس آبی، مجموع نمرات میشه 3-8 به نفع محبوب الله. ببینیم که امتیازات را که واقعا امید از دست داده دوباره جبران میتونه. دو امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس سرخ. توصیه داور وسط میدان 5-10. مسابقه را که شما مشاهده میکنین 5-10 به نفع کشتیگیر لباس سرخ دنبال میشه.
امید توانسته در توشک دوم امتیازات را به نفع خود کسب بکنه. دو امتیاز دیگر هم کشتیگر لباس سر. مجموع نمرات میشه 12-5 به نفع کشتیگر لباس سر. جوره بعدی که قرار است داخل توشک شود بعد از محبوب الله و امید از کلب جوانان پنشیر، حبیب الله از کلب جوانان پنشیر در وزن 52 کیلوگرم، احمد شاه از کلب مارشال در وزن 52 کیلوگرم. جوره که قرار است داخل توشک شوند و به ادامه مسابقات بپردازند، حبیب الله از کلب جوانان پنشیر در وزن 52 کیلوگرم، احمد شاه از کلب مارشال در وزن 52 کیلوگرم. شما مسابقات دوستانه را به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین ببینید. هستید جا داره که سپاسگزاری بکنیم از الحاج محمد عارف نوری، مؤسس و بنیانگذار شبکه جهانی نورین، که در تلاش رشد و تقویت جوانان هستند. کلب هایی که در این دور مسابقات اشتراک کردند: کلب امید پنشیر، کلب جوانان دیسبز، کلب جوانان پنشیر، کلب جوان مرد قصاب، کلب مارشال، کلب اتفاق پنشیر. مسابقه را شما به طور زنده از طریق شبکه جوانی نورین ببینید. هستند جوری که قرار است داخل توشک شود: حبیب الله از کلب جوانان پنشیر در وزن 52 کیلوگرم با لباس سرخ، احمد شاه از کلب مارشال در وزن 52 کیلوگرم با لباس آبی. مسابقه آغاز میشه. داور وسط میدان هم زبیولای شوپاییست. این مسابقه را نظارت میکنه تا امتیازات کشتیگیرها بی جا نشه و هر کس که امتیاز را کسب میکنه تا بتونه به نفع خودش سر شود. هر دو کشتیگیر در تلاش است تا نمرات تخنیکی خود داشته باشه. ببینیم که اولین امتیاز این توشکه کدام کشتیگیر به نفع خود کسب میکنه. دو امتیاز کشتیگیر لباس سرخ حبیب الله از کلب جوانان پنشیر کسب میکنه. ببینیم که میتونه با یک فتل پیچ این امتیازات خود بیشتر بسازه. دو امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس سرخ کسب میکنه. مجموع نمرات میشه 4-0 به نفع میلاد. تا کنون دنبال میشه کشتی حبیب الله. احمد شاه رفت میکنه. ببینیم که این رفت میتونه نتیجه سا باشه و امتیاز را به نفعش رقم بزنه یا خیر. دو امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس سرخ حسیب الله از کلب جوانان پنشیر به نفع خود کسب میکنه که راوند اول مسابقه به پایان میفته. 6-0 به نفع کشتیگیر لباس سرخ حسیب الله از کلب جوانان پنشیر در وزن 52 کیلوگرم. جوره بعدی که قرار است داخل توشک شود بعد از حسیب الله و احمد شاه، قیس از کلب جوانان پنشیر در وزن 55 کیلوگرم با لباس سرخ،
ولی اسکرپ مارشال با لباس آبی در وزن 55 کیلوگرم. راوند دوم توشک آغاز میشه. حکم وسط میدان هم سبولای شوفایی برای شیگورا توصیه میکنه تا داخل توشک حضور یافته و کشتی را بدون کدام تأخیر دنبال بکنیم. توشک دوم مسابقه هم قرار است آغاز شود. ببینیم که احمد شاه امتیازات را کرده ساده دوباره جبران خواد کرد یا اسیبولا میتونه به امتیازات خود بیافزایه و این مسابقه را به نفع خود رقم بزنه. تلاش میکنه تا امتیازات تکنیکی خود داشته باشه. ببینیم که در توشک دوم تا کنون کدام امتیاز رد و بدل نشده. کشتیگران نتونسته کدام امتیاز کسب بکنه. ببینیم که در این توشک بیشترین پشتکار و تکنیک و تکتیک از کدام کشتیگر استفاده خواهد شد. سابقه را که شما همین اکنون مشاهده میکنین 6-0 به نفع اسیبولا از کلب جوانان پنشیر دنبال میشه و جوره بعدی هم قرار است که داخل توشک شوه. بعد از این جوره قیس از کلب جوانان پنشیر در وزن 55 کیلوگرم با لباس سرخ، ولی از کلب مارشال با لباس آبی است در وزن 55 کیلوگرم. از اوتاراشون خواهش میکنیم که کشتیگرهایشون آماده داشته باشد. دو امتیاز دیگر هم کشتیگر لباس سرخ به نفع خود کسب میکنه. جوره بعدی قیس از کلب جوانان پنشیر در وزن 55 کیلوگرم با لباس سرخ، ولی با لباس آبی از کلب مارشال در وزن 55 کیلوگرم. دو امتیاز کشتیگر لباس آبی. مجموع نمرات میشه 8-2 به نفع کشتیگر لباس سرخ را کنند دنبال میشه. توصیه داور وسط میدان کشتی باید ایستاده پا دنبال میشه. زنگ پایانی مسابقه زده میشه. برنده مسابقه مشخص است که اسیبولا از کلب جوانان پنشیر با لباس سرخ در وزن 52 کیلوگرم. ما قبلا هم یادآوری کردم زمان کشتیگرها دستشون بلند میشه، حداقل جک تشریف بکنین یک کف بزنین که برنامه بسیار جالب بیه. قیس جوانان پنشیر لباس سرخ، ولی کلب مارشال لباس آبی داخل توشک میشن. با تعقیبش علی صفای جوانان دیسبز با لباس سرخ، شعیب امید پنشیر لباس آبی آمادگی داشته باشند. کشتیگرهایی که قرار است به ادامه کشتی بپردازند و داخل توشک حضور یافتند، قیس از کلب جوانان پنشیر در وزن 55 کیلوگرم، ولی از کلب مارشال در وزن 55 کیلوگرم. راوند اول کشتی آغاز میشه. ببینیم که کدام کشتیگیر پیشی میگیره و امتیاز اول مسابقه را به نفع خود رقم میزنه. در تلاش امتیازگیری است. تا کنون اردو کشتیگیر نتونسته کدام امتیاز را کسب بکنه. ببینیم که کدام کشتیگیر اولین امتیاز را کسب میکنه. سه امتیاز هم کشتیگیر لباس آبی تونست به نفع خود رقم بزنه. در اولین امتیازات را که قرار بود اینا بگیرن، سه امتیاز ولی از کلب مارشال تونست کسب بکنه. سابقه را که شما همین اکنون مشاهده میکنین 3-0 به نفع ولی از کلب مارشال دنبال میشه.
ما مسابقات دوستانه، مسابقات پهلوانی را به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین بینید هستید. بازی دیگر هم کشتیگر لباس آبی به نفع خودکست میگنه که مجموع نمرات 5-0 تا کنون مسابقه به نفع ولی از کلاب منشیر دنبال میشه. زنگ اول دوچک زده میشه، راوند اول مسابقه پایان یافت. ببینیم که در راوند بعدی کدام کشتیگیر پیشرسی میکنه و امتیازات زیاد را به نفع خود کسب کرد. دوچک اول به نفع ولی از کلاب مارشال در وزن 55 کیلوگرم پایان یافت. شما مسابقات پهلوانی را به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین ببینید. این مسابقات در هر 15 روز یک بار برگزار میشه. کدام ممانعت هم برای کلاب های دیگر وجود نداره. میتونه از کلاب هایی که در کابل وجود داره و کلاب هایی که در سراسر افغانستان بدون کدام ممانعت و مشکل میتونن در این مسابقه حضور یافت شوند و به پروسه کشتی و روند کشتی بپردازند. مشکل دوم مسابقه هم آغاز میشه. ایس از کلاب جوانان پنشیر در وزن 55 کیلوگرم با لباس سرخ ولی در وزن 55 کیلوگرم از کلاب مارشال با لباس آبی. در تلاش امتیازگیری است، در تلاش هستند تا بتوانند این دور مسابقات به نفع خود پایان ببخشند. دوباره وسط میدان توصیه میکنه که کشتی را به شکل اساسی و اکادمیکش به شکلی که وقت ضایع نشه به شکل اساسی دنبال بکنن. ببینیم که ولید میتونه با این رفت امتیاز را به نفع خود کسب بکنه، دو امتیاز هم میتونه به نفع خود رقم بزنه. ما مسابقه را که مشاهده میکنیم تا کنون 5-0 به نفع قیس از کلاب مارشال دنبال میشه. ببینیم که قیس میتونه امتیازات را که دست داده دوباره کسب بکنه یا خیر. دوم مسابقه هم به پایان رسید. برنده مسابقه هم مشخص است ولی از کلاب جوانان از کلاب مارشال توانست 5 امتیاز به نفع خود کسب بکنه. قیس نتونست کدام امتیاز خود به نفع خود رقم بزنه که مجموع نمرات میشه 5-0 به نفع ولی از کلاب مارشال. جوری که قرار است داخل توشک شود علی صفا از کلاب جوانان دی سبز، شعیب از کلاب امید پنشیر با لباس آبی در وزن 58 کیلوگرم.
جوره بعدی ما کلاس 6 کیلوگرم. سلیم امید پنشیر با لباس سرخ، شکیب جوانان دستاب لباس آبی آمادگی داشته باشند. با تعقیبش رفیع اتفاق پنشیر لباس سرخ، لطفالله کلب مارشال محمد فهیم لباس آبی آمادگی خدا بگیرند. آبدارای محترم کوشش کنند که از جای وقت جلوگیری شود، کشتیگیرهایتان را دو جوره پیشتر آماده بسازند. جوره که امین اکنون به مسابقه پرداخته، علی صفا با لباس آبی با لباس سرخ از کلب جوانان دی سبز در وزن 58 کیلوگرم، شعیب با لباس آبی از کلب امید پنشیر در وزن 58 کیلوگرم. با یک رفت کشتیگیر لباس آبی شعیب از کلب امید پنشیر دو امتیاز به نفع خود کسب کرد، دو امتیاز دیگر هم که 4 امتیاز کشتیگیر لباس آبی شعیب از کلب امید پنشیر. یک امتیاز کشتیگیر لباس سرخ به نفع خود کسب کرد، تونس عربش از دوشک بیرون بکنه که مجموع نمرات میشه 4-1 به نفع کشتیگیر لباس آبی شعیب از کلب امید پنشیر. هر کشتیگیر در تلاش است تا نمرات تکنیکی خود داشته باشه. ببینیم که تا پایان این دور دوشک کدام کشتیگیر امتیازات را به نفع خود رقم خواهد زد و آیا علی صفا امتیازات را کرده زاد دوباره کسب خواهد کرد یا خیر. شما بیننده مسابقات هستید که در هر 15 روز یک بار برگزار میشه، بدون کدام ممانیتی همه کلاب ها میتونه اینجا حضور بیافه. دو امتیاز هم کشتیگیر لباس سرخ به نفع خود کسب کرد. راوند اول مسابقه پایان میافه. 4-3 مسابقه را که شما دیدین و قرار است راوند دومش را مشاهده بکنین، 4-3 به نفع کشتیگیر لباس آبی. جوره بعدی قرار است داخل دوشک شد. بعد از این جوره رفیع الله از کلب اتفاق پنشیر در وزن 60 کیلوگرم، لطف الله از کلب مارشال محمد قاسم فهیم با لباس آبی در وزن 60 کیلوگرم. دار وسط میدان حمزه بولای شوفایی با کشتیگیرها توصیه میکنه که بدون کدام زیای وقت و تاخیر بیاین و با ادامه مسابقه بپردازن. مسابقه راوند دومش هم آغاز میشه، 4-3 به نفع کشتیگیر لباس آبی زبیولا شعیب از کلب امید پنشیر. شما امین اکنون مشاهده میکنین علی صفا از کلب جوانان دی سبز در وزن 58 کیلوگرم با لباس سرخ، شعیب با لباس آبی از کلب امید پنشیر در وزن 58 کیلوگرم. مجموع نمرات مسابقه که تاکنون هنوز هم مسابقه جریان داره، مجموع نمرات هستند 6-3 به نفع شعیب از کلب امید پنشیر. تا
تلاش میکنه تا نمرات تکنیکی خود داشته باشه. ببینیم که علی صفا در این ثانیه های پایانی میتونه امتیاز را به نفع خود کسب بکنه و یا اینکه شعیب به امتیازات خود بیفزایه. شما مسابقه را که مشاهده میکنید تا کنون امتیازاتی که کشتی را تونسته به نفع خود کسب بکنه 8-3 کشتی به نفع شعیب از کلب امید پنشی دنبال میشه. امتیاز دیگر هم کشتیگیر لباس آبی تونست به نفع خود کسب بکنه که مجموع نمرات میشه 10-3 به نفع کشتیگیر لباس آبی. برنده مسابقه هم مشخص است، شعیب از کلب امید پنشیر مسابقه را تونست به نفع خود با امتیازات 10-3 رقم بزنند. جوری بعدی هم که قرار است داخل توشک شوه، سلیم از کلب امید پنشیر در وزن 60 کیلوگرام، شکیب از کلب جوانان دیسب در وزن 60 کیلوگرام با لباس آبی. شما مسابقات دوستانه را به طور زنده از طریق شبکه جهانی نورین بینید هستین. جا داره که سپاسگزاری بکنیم از الحاج محمد عارف نوری، مؤسس و بنیانگذار شبکه جهانی نورین، که همواره تلاش میکنه به خاطر رشد و تقویت جوانا همچون زمینه سازی آره بکنن و همچنان از کمیته المپیک تا همچون زمینه سازی میکنه به خاطر رشد و تقویت جوانا، به خاطر آینده نگری به مسابقات پهلوانی و امتیازات را که ما قرار است به کشورهای همسایه داشته باشیم. جوری که قرار است داخل توشک به ادامه مسابقات بپردازد، سلیم با لباس سرخ از کلب امید پنشیر در وزن 60 کیلوگرام، شکیب با لباس آبی از کلب جوانان دی سبز در وزن 60 کیلوگرام. مسابقه آغاز شده، تا کنون کدام کشتیگیر امتیاز را به نفع خود رقم نزده، ببینیم که کدام کشتیگیر پیشگیری میکنه و امتیاز اول به نفع خود کسب خواهد کرد. مسابقات هستید که هر 15 روز یک بار از طریق شبکه جهانی نورین برگزار خواهد شد با همکاری کمیته المپیک، که میتونه کلب هایی که در کابل حضور دارن و در ولایت افغانستان بدون کدام ممانعت در این مسابقات دوستانه حضور بیافن تا از تجارب همدیگر ورزشکارها استفاده بکنند تا با کشتی و یا مسابقات پهلوانی و آینده پهلوانی خوشبین باشید. باور وسط میدان توسعه میکنه کشتی را به شکل اساسی و اکادمیکش دنبال بکنن تا اینکه از ضیاع وقت و جلوگیری شود. رفت میکنه، ببینیم که این رفت میتونه نتیجه داشته باشه یا خیر. راوند اول مسابقه پایان میافه بدون کدام امتیاز. ببینیم که در راوند بعدی آیا کشتیگیرها به همین منوال پیش خواهد رفت یا که امتیازات را تبادله خواهد کرد. جوری بعدی که قرار است داخل توشک شوه، رفیع الله از کلب اتفاق پنشیر در وزن 60 کیلوگرام، لطف الله از کلب مارشال محمد قاسم فهیم در وزن 60 کیلوگرام با لباس آبی. لباس آبی شکیب رفت میکنه، ببینیم که میتونه کدام امتیاز را به نفع خود رقم بزنه و یا اینکه با این رفت میتونه امتیاز را دست خواهد داد.
توسط داور وسط میدان، یک امتیاز به نفع کشتیگیر لباس سرخ. سلیم از غلبه امید بنشید. امتیاز دیگر هم خوشگیر لباس سرخ تانس به نفع خود کسب بکنه که مجموع نمرات میشه تا کنون ادامه مسابقه 5-0 به نفع سلیم از کلب امید پنشیر. امتیاز دیگر هم خوشگیر لباس سرخ امتیاز دیگر هم مجموع نمرات میشه 9-0 به نفع خوشگیر لباس سرخ سلیم از کلب امید پنشیر. ثانیه های پایانی مسابقه قرار داره. ببینیم که شکیب میتونه کدام امتیاز را به دست بیاره و امتیازات که از دست داده دوباره جبران بکنه. جوره بعدی هم آماده باشه. رفیع الله از کلب اتفاق بنشیر در وزن 60 کیلوگرم، لطف الله در با لباس آبی از کلب مارشال محمد قاسم فهیم در وزن 60 کیلوگرم با لباس آبی. داور وسط میدان که باید ادامه کشتی را در وسط میدان دنبال بکنند. ما مسابقه ای را که تا کنون مشاهده کرده 9-2 به نفع سلیم از کلب امید پنشیر پایان یافت. میریم به یک رفت و برگشت کوتاه دوباره برخواهد گشت.